سلام دوستان خوبم، امیدوارم که خوب و خوش باشید و امروز در خدمت شما هستیم با روز دوم تمرین با دمبل و هالتر. تمرینات امروز تمرینات زیر بغل و پشت بازو هست. میریم با هم شروع میکنیم و حرکت اولی هم حرکت بارفیکس است و بعضی ها تو خونه شون میله بارفیکس دارن، میتونن از اون استفاده کنن. اگر هم ندارید اشکال نداره، این حرکت رو نزنید، با حرکت های بعدی میتونید شروع کنید برنامه رو. Let's go، بریم شروع کنیم. یک، دو، تا جایی که میتونید میرید بالا و یواش میاید پایین، قشنگ صاف میکنید بدن رو، فشار کامل رو زیر بغل میدید. این هم از حرکت اول، بریم برای حرکت دوم. حرکت دوممون حرکت زیر بغل هالتر خم هست. میریم شروع میکنیم، هالتر رو برمیداریم، دستا اینقدر باز باشه، از بغل برم که ببینید، از ناحیه لگن خم میشیم، زانوها رو یه ذره میشکنیم، هالتر رو به این زاویه حرکت میدیم. سعی کنید وقتی میاد بالا آرنجاتون جمع باشه، به بدن نزدیک باشه، همینطور خود هالتر نزدیک به بدن حرکت میکنه، تو این زاویه حرکت نمیکنه. تو این زاویه حرکت کنید دیگه زیر بغل نمیشه، میشه سرشونه، دقیقا به این صورت. بالا اومدنی یه ثانیه مکس کنید، یواش بیاید پایین، هرچه شیبتون به سمت پایین بیشتر باشه فشار بیشتر رو زیر بغل میاد. این حرکت رو به این صورت نرید، اشتباهه. این حرکت تموم شد، میریم سراغ حرکت بعدی، حرکت زیر بغل دمبل تک خم. به میز نیاز داریم، خونه اگه انجام میدید یه صندلی، یه نیمکت، یه چیزی زیر پاتون بذارید، جای میز استفاده کنید. پامون اینجا میذاریم، دستمون اینجا و بعدن این پای که رو زمین هست یه ذره شکسته باشه، نمیخواد صاف باشه که فشار به زانوتون بیاد، بعدن تقریبا موازی با زمین و کمر حتما صاف باشه، کمر رو نشکنید. دمبل رو ور میداریم تا جایی که را داریم، میایم بالا و میریم پایین. احتیاج نیست دمبل رو تاب بدیم به جلو کش بیاد. دمبل رو که آوردیم پایین یه خورده میتونید مثلا زیر بغل بکشید که فشار بیشتر بیاد. این دست نمو شد، دست رو چینج میکنید به نون سمت. دو، کتفا رو دقت کنید، کتفا نزدیک به بدن باشه، کتفا باز هم باز نباشه که سرشونه بشه. تو هر حرکت دمون بازم یادتون نره، حتما نفس بکشید، اکسیژن کافی به عضلا برسه. اوکی، این حرکت هم تموم شد، بریم حرکت بعدی. دوستان برای حرکت آخری زیر بغل حرکت تی دستگاه هست که نداریم، با هالتر میریم و اینم برای زیر بغل هست. هالتر رو ور میداریم، کمر صاف باشه، حتما دقت کنید کمر صاف باشه و آرنجا رو میشکنیم میاریم بالا، هالتر رو میچسبونیم به بدن، وقتی میاد بالا پایین اومدن تا جایی که را داره میریم پایین و صافش میکنیم. زانوهای زر شکسته باشه، کمر صاف، شیبدار به زمین. دوستان چون این یه حرکتی هست که باید سنگین برید، هر چی وزنه دارید بندازید رو هالتر. من اینو فقط برای نشون دادن دارم سبک میرم و اگر دید که وزناتون کمه میتونید تکرارها رو اضافه کنید که فشار بیاد. بریم سراغ حرکت بعدی. این حرکت تموم شد، زیر بغل تموم شد، میریم سراغ حرکت های پشت بازو. برای حرکت اول از پشت بازو هالتر خوابیده شروع میکنیم، بازم به میز احتیاج پیدا میکنید، ولی خوبیش اینه این حرکت رو میتونید رو زمین هم برید اگه میزی نداشت. حالا ما که میز داریم رو میز میریم راحت تریم. دوستان فاصله بین دستام به اندازه باشه، نه این دو تا انگشت شست منو میبینید به هم برسه، یعنی دستا
از ناحیه آرنج میشکنه میاد پایین تا قسمت پیشونی و میره بالا صاف میشه. سعی کنه خیلی یواش بیاد پایین. مچ دستات نباید بشکنه تو این حرکت. مچ دست باید صاف باشه. میکنید آرنجا جمع باشه. آرنجاتون باز نباشه. به این زاویه جمع باشه. میریم سراغ پشت بازو هالتر خوابیده دست برعکس. مثل هم پشت بازو هالتر خوابیده ساعت دستاتون رو برعکس میگیرید. اینم کل حرکت مثل همون حرکت پشت بازو هالتر خوابیده میرید، فقط فشار این فرق میکنه دیگه. پشت بازو هالتر خوابیده به سر دراز پشت بازو فشار میآورد، این به سر کوتاه رو میآورد. دوستان میریم سراغ حرکت پشت بازو دمبل تخم. بازم مثل همون زیر بغل تخم تو هم حالت قرار میگیریم و دمبل رو بر میداریم. آرنج رو میشکنیم بالا، دیگه اینو پایین نمیاریم چون میشه زیر بغل. همینجا وای میسیم، دست کف میشه اینجا، بعد میریم بالا دست رو صاف میکنیم. ولی این دمبل سنگینه و باید از دمبل سبکتر کمک بگیریم یا اینکه یه وزنه سبکتری گیر بیاریم که حرکت رو باش بریم. بذار با دنبل بریم. اوکی. به این صورت و دست میبریم بالا صاف میشه، میایم پایین. وقتی میریم بالا دست رو صاف میکنیم یک ثانیه مکس میایم پایین. این حرکت تک مفصلیه، فقط آرنج حرکت میکنه، کل بدن ثابت هست تو این حرکت. میریم سراغ حرکت آخری و سخت‌ترین برای کسی که تازه شروع میکنه. دیگه نه دمبل استفاده میکنیم نه هالتر، یه دونه حرکت با وزن بدن هست. پشت بازو شنا دست جمع و دستاتون رو جمع میگیرید نزدیک به هم، پاها صاف و آرنجا رو میشکنیم میریم پایین و میاییم بالا. فوق العاده فشار خوبی رو پشت بازو میاره. کسی که تازه شروع میکنه اگه براش سنگینه میتونه زانوهاش رو زمین بذاره و حرکت رو بره به این صورت. یک، دو، سه، چهار. اگر هم نتونستید اب نداره چون تازه شروع کردید، میتونید اما حرکت ها قبلی رو برید، کافی هست براتون. خب دوستان تمرین امروز تموم شد، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تمرین امروز در مورد زیر بغل و پشت بازو بود همونطور که دیدید و تمرینات تو سه روز هست، تو یه روز نیست. حتما ویدیو قبلی رو ببینید، ویدیو بعدی رو ببینید تا یک تمرین کامل برای کل بدن داشته باشید. ویدیو اولی در مورد عضله سینه و سرشونه بود که بهتون نشون دادم، تو کانال هست میتونید ببینید. و این ویدیو در مورد زیر بغل و پشت بازو، ویدیو بعدی هم درباره پا و جلو بازو هستش که یک تمرین کامل برای کل بدن هست و کل این تمرینات رو میتونید با دمبل هالتر برید. راههایی هم بهتون نشون دادم که میتونید حرکت ها رو تو خونه انجام بدید و بعضی حرکت های جایگزین. ولی در کل تمرین خوبیه برای کسی که تازه این ورزش شروع میکنه و امیدوارم که همیشه به ورزش کردن ادامه بدید و یه بدن خوب و سالمی رو داشته باشید. فراموش نکنید برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. اگر سوالی چیزی داشتید توی کامنت ها برامون بنویسید، من حتما بهتون جواب میدم. و منتظر ویدیو بعدی هم باشید. مواظب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون. بای بای.